منتظر کسی بودین؟ نه. درو وا نکنین تا بره. نمیشه، ممکنه بدونن کسی اینجا هست. وقت شک میکنن. آره بابا. هر کسی رو دست به سرش کنیم بره. فقط یادتون باشه یه وقت اشتباهی نگید ما مهمونتونیم ها. فهمیدی یا نه؟ ناصر. تو داری خوشا میای. ببینم کیه. حواستو جمع کن. سلام. سلام، حال شما خوبه؟ ممنون، دیر وقته. ببخشید دیر وقت مزاحمتون شدم. خواب که نبودین؟ نه خیر. شما هنوز از ماجرای امشب ناراحتین؟ نه، بالاخره پیش میاد. مهم نیست، گذشته. من قبول دارم که کار پدرم زیاد جالب نبود. به شما هم حق میدم که بهتون برخورده باشه، ولی خب شاید اونم برای خودش یه سری دلیل داشته باشه که بتونه کارشو توجیه بکنه. البته من برای تبرئه کردن پدرم اینجا نیومدم. دلیل اومدن من چیز دیگه ایه. من اومدم اینجا به خاطر رفتار خودم ازتون عذرخواهی کنم. کار من خیلی خودخواهانه بود که شما رو دعوت کردم خونم. نمیتونم براتون توضیح بدم، ولی حس من نسبت به شما و رامین خیلی با پدرم فرق میکنه. در واقع تقصیر من بود. میخواستم همه چیز همونجوری که من دوست دارم باشه. هیچ توجهی هم به بقیه، یعنی به پدرم نکردم. متوجه هستین چی میگم؟ بله متوجه هستم، میفهمم. اومده بودم همینو بگم. خداحافظ. خداحافظ. تو چه مرگته؟ حرف بزن ببینم چته. ناصر این مسخره بازی رو تمومش کن، همین امشب از اینجا بریم. من دیگه تحملشو ندارم. اگه نگه چته یه سال دیگه هم اینجا میمونی. بس کن دیگه ناصر. باشه، بس میکنم، بریم تو. برو بگو بچه‌ها ببین همین امشب از اینجا بریم. الان که نمیشه، فعلا بیا بریم تو. تا بعد
قضیه مهمونی امشب چی بوده؟ مگه برات مهمه؟ نه. دل به دل راه داره. که چی؟ هیچی. همین جوری گفتم. نه، یه منظوری داشتی. منظور منو فهمیدی. خودت هم میدونی که من از زن جماعت بدم میاد. این یکی فرق داره. اینم مثل همشون. گوش کن رامین، من نمیدونم شماها دارید چی کار میکنید و اسلحه از کجا آوردین، از چی فرار میکنید، ولی مطمئن باش هنوز دیر نشده. هر کاری که کرده باشین هنوز فرصت جبرانشو دارید. منم قول میدم تا آخرش باهاتون باشم و نذارم حقی ازتون ضایع بشه. اصلا یه وکیلی درست حسابی برای خودت و دوستات میگیرم، به هر قیمتی که شده تبرئه‌تون کنه. به هر قیمتی؟ آره، حاضرم تمام اموالمو بدم تا مشکل تو و دوستات حل بشه. هنوزم میخوای مشکلای منو با پولت حل کنی؟ هیچی عوض نشده. بالاخره یه روزی میفهمی که همه مشکل داره با پول نمیشه حل کرد. اشتباه نکن رامین، خیلی چیزا عوض شده، تو خودت دیدی. هم من هم بیتا دیگه اون آدم های سابق نیستیم. تو خودت هم عوض شدی، دیگه بچه نیستی، رفتارت مردونه شده. هنوز فرصت جبرانش هست رامین، مطمئن باش. بعضی هم میتونن گذشته رو جبران کنن، بعضی هم نمیتونن. من از این دسته دومم. این چرت و پرتا چیه تو داری میگی؟ اینا چرت و پرت نیست. باشه، من دیگه هیچی نمیگم. رامین، چه خبرتونه نصف شبی بچه ها خوابن؟ تو باری که 2 ساعت بخواب، من بیدارم. خوابم نمیاد. خودت برو بخواب. بفرمایید. سلام جام سنگ. سلام، صبح بخیر. از دفترتون گفتن کارم داریم. آره. از خانواده این بچه ها چه خبر؟ روزی 10 بار تماس میگیرن. هر روز مجبوریم یه جوری باهاشون صحبت بکنیم که پانشن بیان اینجا. میخوام یه سری بری تهران سراغ تک تکشون. خب ببین، تا اینجا معلوم شده که این بچه ها تو جاده چالوس با بابک و اون دوتا رفیقش آشنا شدن. بعد ماشینشون رو دزدیدن و مواد رو توش پیدا کردن. اما هنوز یه سوال برای من بدون جواب مونده. ناصر کیه؟ تمام این اتفاقات رو اون داره رهبری میکنه. حتی تونسته از پس یه همچین باند خطرناکی هم بر بیاد. ولی ما هنوز هیچی ازش نمیدونیم. یعنی شما فکر میکنین که ناصر ممکنه دوست یکی از این بچه‌ها بوده باشه؟ بعید نیست. همین الان راهی شو. اگه سرنخی پیدا کردی فوراً با من تماس بگیر. باشه حتما. فعلا خدافظ. خدا نگهدار. بله. سلام، قربان شما. ممنونم. در چه موردی؟ راستش حال خانمم زیاد خوب نیست، اگر اجازه بدین فردا برسم خدمتون. نه، اختیار دادین، لزومی نیست شما بیان، من خودم میام براتون. بله بله، اصلا شاید همین امروز یه سری بهتون زدم. بله بسیار قربان شما، ممنونم، خداحافظ.
پدرت 6-7 بار با من تماس گرفت. اون خیلی نگران حالته. نیما خیلی لاغر شده، خیلی بیحاله، مریض شده. شماها دارین کار خلافی میکنین؟ اصله را از کجا آوردین؟ رفیقتون راست میگه که آدم کشته؟ امی بچه ها رو صدا کن بیان صبحانه بخورن، حاضره. کار داری؟ بگو دیگه. گوش کن رامین، ما همین امروز اینجا میریم. خب که چی؟ اول جنسا رو میریزیم تو دریا، بعدش میریم مرونیه. باید سریع از مرز رد شیم. ناصر حرفتو بزن. 10 میلیون پول لازم داریم. خودت بهش بگو. بابای توه. من نمیتونم بگم. چرا؟ همین که گفتم نمیتونم بگم. من به این بهرام مشکوکم. چرا؟ گمونم مواد مصرف میکنم. این که دیروز همه رو جلو چشمون ریخت تو آتیش. آره گمونم بازم داره. 2 روز حواسم بهشه. یه جورایی مشکوکه دیگه.
نه ترس داره ترک میکنه، واسه همین بیتابه. من اینجور آدم رو زیاد دیدم. چی کارم داری؟ بشین یه گپ خصوصی با هم بزن. حرفتو بزن. برم سر اصل مطلب. هر طور که میلته. تو از من خوشت نمیاد، ولی من از تو خوشم میاد. میدونی چرا؟ چون مایه داری. من بابای مایه دار ندارم. خلاصه حال میکنم با. قرار شد بری سر اصل مطلب. دیشب گفتی حاضری هر کاری واسه رامین و رفیقاش بکنی. داشتی راست میگفتی؟ که چی؟ حاضری بری بر من خواستگاری؟ من حوصله چرت و پرتای تو رو ندارم. جدی میگم؟ واسه همین حرف مسخرت منو کشونده اینجا؟ باشه، فعلا اینو بیخیال. اصل مطلب اینه که بی مقدمه اگه میخوای دست از سر پسرت بردارم باز 10 میلیون خرجم کن. ببین آقا جان، من قاچاق مواد میکنم تا خرخرم تو این قضیه گیرم. دیروز در همین برنامه 2 نفر کشته شدن. یکیشونو من کشتم، یه نفرم زدم ناکار کردم. پسر خودت هم یه نفر رو با تیر زده. من میخوام برم یه جا خودم رو گم و گور کنم. واسه همین 10 میلیون پول لازم دارم. اگه این پول رو به من برسونی من بتونم فرار کنم، بقیه میتونن همه چی رو بندازن گردن من. اینجوری خودشون تبرئه میشن، وگرنه یه عمر سر همین قضیه پاشون گیره. همه چی مفهومه؟ همه این حرفایی که زدی دروغه. یه زنگ بزن به پلیس، بپرس عظیم و صمد و بابک و فرهاد و بهروز کیان، الان کجان، چند نفرشون زندن، چی کار میکردن. من گول تو رو نمیخورم. بهرام بیا تو. صمد چی شد؟ پرسیدم صمد چی شد؟ کشته شد. کی؟ دیروز. کی کشتش؟ تو. چرا؟ سر قضیه هروینا. برو بیرون. دیدی که کل قضیه پولو بگیرم، دممو میذارم رو پولمو میرم. چی شد خسرو؟ نمیدونم.
پس چرا اینطوری شدی؟ رفت. رامین این چک 10 میلیون پاشیم بریم بگیریم بیای. خودت برو، من حالشو ندارم. بی خود حالشو نداری، پاشیم ببینم. من با سویلا بمونم یه وقت بابات کار دستمون نده. خیلی خوب بابا، غلط کردم. زود باشیم، وقت نداری. گفتم که من نمیرم. رامی ادا در نیار، پاشو. من با بابام همچین کاری نمی کنم، میفهمی؟ تا همین جاشم بنزه کافی آبروم رفته. ناصر چکو بده من، خودم میرم نقدش میکنم. باشه برو، فقط خیلی مواظب باش. باش. کامی سر راد یه کارت تلفن بخر، منم موبایل رو روشن میذارم، اگه اتفاق افتاد تماس بگیر. باش. چرا نرفتی؟ میرم. همین الان میرفتی؟ بچه ها رفتن پول بگیرن، بعدش میرم. تو نمیری، دروغ میگی. از دروغو خوشم نمیاد، پول برسه میرم. بهرام بیا اینجا ببینم. چی کار داری؟ اینجا چی کار داری ناصر؟ جیباتو خالی کن، چیزی توش نیست. گفتم خالی کن. گفتم که جون ناصر چیزی نداره. داری همینجا بگو دیگه. ببین علی، من میخوام برم بیرون، حسابی حواستو جمع کن تا من برگردم. کجا میخوای بری؟ من دستنام خطرناکه. زود برمیگردم، بذار واسه بعد. الان باید برم، بعدا نمیشه. پس لااقل بگو کجا میخوای بری. میخوام برم با نگار خانم حرف بزنم. تو هم وقت گیر آوردی ها. ببین امیر، امروز این پول جور میشه، اون وقت من یا باید قید نگار خانمو بزنم و با شما بیام، یا بیخیال شما بشم و برم سراغ اون. تو هم دلت خوشا، اون که قبلا به تو جواب رد داده که. خودش هنوز هیچ جوابی نداد. میخوام برم جواب آخرمو بگیرم. زود برمیگردم، حسابی حواستو جمع. Thank you.
حرفمو بزنم. اومدم مطمئن شم. من فقط یه جواب آره میخوام. همین. خدا. نقد میخواین؟ بله. همه 10 میلیون رو؟ بله. کارت شناسایی لطفا. بفرمایید شناسا من هست. متشکرم. چند لحظه تشریف داشته باشین؟ چشم. آقای مرادر شما درسته؟ آقای پورادی یه جوانی اومده چک 10 میلیون تومانی میخواد وصول کنه، کلش هم نقد میخواد. خب فکر میکنم یکی از همون جوانایی که اون روز پلیس میگفت مسلم ممکنه برای سرقت بیان بانک. خیلی خوب، شما برو خیلی عادی کارت انجام بده، منو مسنگ منصوری تماس میگیرم. چشم، بایزتون. فعلا منتظر باشید. من همینجا میشم. کامی تویی؟ بگو جدی میگی؟ از کجا فهمیدی لو رفتی؟ الان کجایی؟ خیلی خوب یه دقیقه صبر کن. ببین گوش کن، پل چابک سر بلدی؟ خودتو سریع برسون اونجا، ما دم رودخونه منتظرتیم. خدافظ. اومدی یا؟ خدافظ. الو رامین گوش کن، چک بابات آمارش غلط شده، ممکنه پلیس بیاد سراغتون، سریع بیاین به این آدرسی. باشید بعدا باهاتون تماس میگیرم. تمام. سلام. 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 کی رفتن؟
یک ساعت پیش دست و پای ما رو بستن و رفتن. از که اینجا بودن؟ دیشب ما بیرون بودیم، وقتی اومدیم ویلا دیدیم اینجا. واسه پول اومده بودن؟ نمیدونم برای چی اومده بودن، ولی یه چک 10 میلیون تومانی از من گرفتن که رفتن وصول کنن. وصول نشد. مسلح بودن؟ بله. جناب سرهنگ، شما میدونید اسلحه را کجا بردن؟ این آقا کی هستن؟ اسمش بهرامه، با بچه ها اومده بود. فهمیدم کیه. جواب منو ندادید جناب سرهنگ. من بیشتر از این مداهمتون نمیشم. میدونم که فعلا شرایط مناسبی برای صحبت کردن ندارید. اگه چیز خاصی یادتون اومد یا حرفی مونده که باید بگین با من تماس بگیرید. حتما. شما هم اگر خبری از بچه‌ها پیدا کردین ما رو به اطلاع رسونید. باشه. فعلا خدا. متشکرم. ممنون. خدا نگهدار. عوامل دیگه جلوس دارن. نیروها رو بگین سوارشون بریم قرارگاه. بله. چیزی میخوری؟ بیتا؟ نه، نمیخورم. باورم نمیشه. چیو؟ همه چی رو. آخه مگه میشه این بچه ها مواد مخدر قاچاق کنن و آدم بکشن؟ همه ی این کارا زیر سر اون پسر ناصره. من مطمئنم که اون جوونا بیگناه هستن. حداقل رامین خودمو که خوب میشناسن. اون اصلا اهل این کارای خطرناک نیست. تو هنوزم فکر میکنی رامین خودتو خوب میشناسی؟ پس چرا کار به اینجا کشی؟ خسرو، میگم نکنه خودشون یه وقت خدای نکرده معتاد شده باشن. این یکی دیگه اصلا امکان نداره. رامین حتی سیگارم نمیکشه. نمیکشه؟ معلوم.
میکنن. رامین سیگار میکشه. پس چرا به من چیزی نگفتی؟ نمیدونستم خبر ندادی. مثل این که از خیلی چیزا بیخبرم. نه منظور چیه؟ کسی چه میدونه تو خونه چه رفتاری باش داشتی؟ اصلا شاید فقط به خاطر تو از خونه فرار کرده. منو بگوی که چقدر ساده بودم. اصلا فکر نمی کردم تو یه همچون آدمی باشی. حرف دلتو بزن. اینا بهونته. آره اینا بهونه است. اصلا همش چرت و پرته. تو درست میگی. میخوای طلاقم بدی؟ حرف دلتو بگو. من هم چه حرفی زدم؟ آره؟ من کی حرف طلاقو زدم؟ دیشب به رامین. خوبه همینو کم داشتیم که زنمون گوش واسه با حرفامونو گوش کنه. باش حق با تو. اسمت کامرانه نه؟ بهروز میگفت یه مدت دستشون اسیر بودی، تو و نیما. حالش چطوره؟ نیما رو میگن. دکترش میگفت احتمالا سرطان خون داره. میگفت بیماریش قابل درمانه، البته به شرطی که پیشرفت نکنه و کار از کار نگذره. اگه کمک کنی نمیذاریم دیر بشه. هم نیما زنده میمونه، هم درد سرای بچه ها تموم میشه. راست میگم. قبول دارم که شماها تا حالا خیلی مشکل برای خودتون به وجود آوردین، اما باور کن بزرگترین جرم بچه ها تا حالا همون تصادفیه که بعدش فرار کردن. ببین کامران، اگه تو به ما کمک نکنی اون وقت دوتا خطر بزرگ دوستاتو تهدید میکنه. یکی بیماری نیما که به قول دکترش روز به روز بیشتر پیشرفت میکنه و خطرناکتر میشه. یکی هم فروش 35 کیلو هروئینی که هنوز پیش رفیقاته. مطمئن باش اگه اتفاقی بیفته هیچ کاری نمیشه براشون کرد. ناصر، ناصر قراره امروز هروئین رو بریزه تو دریا. کامران، من یه چیزایی در مورد ناصر شنیدم که مطمئنم هر کاری ممکنه بکنه. پس اینقدر مطمئن نباش. ببین، من قبول دارم که تو ناصر بیشتر از من میشناسی و وقتی میگی جنساری میریزه تو دریا روی حسابی میگی، ولی هنوز یه چیز دیگه هم هست. شماها 10 میلیون تومان پول نیاز دارید. حالا کاری نداریم برای چی میخواید، ولی لازم دارید. خب اگه امروز تو نتونستی اون پولو تهیه کنی، اولین فکری که به ذهن ناصر میرسه فروش همین جنساه. نه؟ کاری که یه بار میخواست انجامش بده ولی نشد.
یا منصرف شد. کامران، بچه ها کجان؟